درست؟ حالا همینجا برای اینکه برادر عزیزمون از خواب بیدار بشن باید بگیم که مسئله اکثریت چرا تو کار میاد؟ این از جاهای بسیار ظریف. چرا اکثریت مطرح میشه؟ پاسخ قضیه این است: یه وقت انتخاب ولی یه امر است در مسائل شخصی و محدود و در تقلید فردی برای یک فرد، عیناً مسئله‌ای که قبل از حکومت اسلامی شما در نظام گذشته داشت. میخواستید مرجع تقلید انتخاب کنید، مرجع تقلید برای چی؟ برای خودتون، برای نماز و روزتون، تشخیص خود شما و یا اطمینان خود شما کافی بود. ولو این که در کنار شما برادر دیگری باشه و خواهر دیگری که او تشخیص دیگری داده و کس دیگری رو به عنوان ولی امرش انتخاب. چرا؟ مسئله شخصی است. یعنی شما میخواید در نمازتون بدونید که آیا تسبیحات اربعه رو 3 مرتبه بخونید یا 2 مرتبه یا 1 مرتبه. مسئله شخصی. و لذا میگفتن که یک فرد اگر خودش میتونه اعلم رو بشناسه و فقیه رو بشناسه، خودش صاحب نظره، در حدی هست که مثلا یا مجتهد هست یا قریب الاجتهاده، یه آدمی است که تو حوزه ها اساتید رو ورانداز کرده و مراجع رو شناخته، یا از روی نحوه استنباط و کتاباشون میتونه بفهمه ارزش علمی و صلاحیت های فرد رو، خودش اهل تشخیص میده. اگر خودش اهل تشخیص نیست، دو نفر عادل براش شهادت بدن که اهل تشخیص باشن، که فرونکس اعلم و فقیه، کافی بود تقلید میکن. یا میگفتن شیاعی که برای آدم مفید علم باشه، شهرتی که مفید علم باشه، یعنی اونقدر مردم بگن که فرونکس چیز مرجع تقلیده که آدم دیگه باور کنه که اینها همشون نمیتونن دروغ بگن. درست. اما مسئله چی بود؟ مسئله مرجع تقلید شخصی میخواستم، من در وظایف شخصی، و حتی ولی امر شخصی میخواستم. مثلا یه چیزی گم پیدا کردم، یا فرض کنید میخوام کفاره بدم، یا میخوام در مسئله تقسیم ارثی، در مسئله قیم صغیر تعیین کردنی، در امور حسبیه، در این طور چیزها میخوام از یک مجتهد نظر بخوام که او بیاد نظارت بکنه و فرمان بده و ولایت بکنه. در این طور چیزها همینطور من ولی امر رو روی تشخیص شخصیم، به شرطی که اهل تشخیص باشم، و یا روی شهادت دو عادل یا اکثریت تشخیص میدادم. اما اگر چنانچه این مرجع تقلید دیگه مرجع تقلید فرد نمیخواد باشه، میخواد مرجع باشه برای یک امت، برای مسائل مربوط به نظام اجتماعی، اینجا مسئله شخصی مطرح نیست. چطور؟ مثلا فرض کنید تکلیف اراضی رو بایستی تعیین کرد. اراضی موات رو آیا میشه تملک کرد؟ آیا فرد میتونه مالک بشه؟ آیا مال جامعه است؟ آیا دولت باید دخالت بکنه در تقسیم اون زمین؟ یا چیزایی؟ اینجا رساله شخصی و فتوای شخصی برای نظام جامعه کافی نیست. برای این که ممکن است یک عده مقلد آقایی باشند که او میگوید اگر چنان که شما یک زمین بزرگ 100 هکتاری رو از این زمین‌های خدای بایر یه خط دورش کشیدید یا یه سند مالکیت براش گرفتید، مالکیت میاره. مجتهد دیگری فتوا بده تو رساله خودش که نه خیر، باید وجب به وجب این زمین رو احیا کنی، آباد کنی تا مالکیت بیاره. خب این دو تا فتوا رو میتونیم تو رساله حفظش بکنیم و بگیم مقلدین اون آقا در اون فتوا از اون تقلید بکنن، مقلدین اون آقا از اون تقلید بکنن. نظام جامعه است. اینجا دیگه مسئله وضو گرفتن من نیست که من وضو رو 3 دفعه آب بریزم یا 1 دفعه آب بریزم.
در وضو گرفتم اشکال نداره، بنده از یک رساله، شما از یک رساله دیگه، دیگری از یک رساله دیگه، ولی تکلیف اراضی کل کشور رو باید معلوم کرد، تکلیف معادن رو باید معلوم کرد که معدن رو شخص میتونه مالک بشه یا نمیشه. این مسئله مسئله شخصی نیست، چه کسی بگه من روی رساله مرجع خودم عمل میکنم. نظام مطرح، مسئله جهاد مطرح، فرمان جنگ، این جنگ رو بکنیم یا نکنیم. اینجا نمیشه که مثلا 5 نفر مجتهد 5 گوشه جداگانه بنشینن، او به مقلدین خودش بگه این جنگ رو برو، او یکی بگه جنگ رو نرو، این قرارداد صلح رو ببند، او بگه این قرارداد صلح رو نبند. اینجا دیگه مسئله فتوای شخصی نیست، صلحیست و قراردادیست که این قرارداد یا باید بسته بشه نباید بسته بشه و هیچ قابل تفکیک نیست. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا میگویند ولی امر رو باید اکثریت مردم بپذیرند و تشخیص بدن. چرا؟ چون مصالح اکثریت مطرحه، چون مصلحت امت مطرحه، مسئله شخص مطرح نیست. ولذا بعضی از افرادی که هنوز بحث دارند که آیا برای استقرار نظام اسلامی باز هم ولایت امر متعدد با اظهار نظرهای متعدد آیا امکان داره یا نه، میگیم امکان نداره. برای نظام امکان نداره. نظام، دقت کنید، نظام چیه؟ یعنی نظم داره، یعنی به هم پیوسته است، مثل مهره های یک تسبیح. مهره های تسبیح، تسبیح بندی داره که این بند تمام این 100 دونه رو به هم بست کرد. یه وقت راجع به تک تک دونه ها بحث میکنید اشکال نداره، این دونه رو یه رنگی بزنید یه جا بذارید، اون دونه رو جای دیگه بذارید، کار. ولی یه وقت راجع به این نظام، این تسبیح میخوان بحث کنیم که اگر یه گوشش پاره شد تمامش از هم گسیخته میشه. چون نظام هست، یک فرمان میخواد و یک ولایت امر میخواد، یک حوزه رهبری میخواد. خب این ولایت امر ممکنه 100 نفر باشن، ممکنه 50 نفر باشن. همون گونه که شما در مسئله مرجعیت تقلید از بین 100 نفر 1 نفر رو انتخاب می کردید، اینجا هم برای امامت و ولایت امر در جامعه باید 1 نفر رو انتخاب کنید. و چون شما 1 نفر نیستید جامعه است، پس باید شماها انتخاب کنید. بله، خطاب میاد به امت، خطاب به فرد نیست، میاد امت. و لذا مسئله اکثریت مطرح میشه. اتفاق البته نمیشه شرط کرد. ممکنه کسی بگه چون امته پس باید اتفاق آرا باشه. میدونیم که اتفاق آرا در جامعه میسر نیست. یعنی ما یه ولی امری پیدا بکنیم که اگر چنون چه در جامعه ما 20 میلیون بالغ هستند که رأی باید بدن، این 20 میلیون همشون اون ولی امر رو قبولش کنن، اون که اتفاق آرا که نمیشه. پس مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم که هرج و مرج هم که نمیشه، تشتت آرا و انتخاب هم که نمیشه، تمرکز لازمه. تمرکز رو مجبوریم به اکثریت منتهیش بکنیم. خب اکثریت رو یه وقت حاصله، یعنی مردم رهبر رو انتخاب کردن و پذیرفتن رهبری رو، یه وقت مرحله ای هست که اکثریت مشخص نیست و در مرحله انتخاب هستیم، از طریق اظهار نظر افراد صاحب نظر. همینجا من عرض کنم که مسئله مجلس خبرگان چرا توی قانون اساسی پیشبینی شده است و در همین جا هم گفته شده است اصل 107
بله. اصل 107 اینه که هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همون گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمى امام خمینی چنین شده است. این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از اون را بر عهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند. دقت بفرمایید، این دقیقا ما هم جنبه شرعی قضیه رو بدونیم، برای اینکه از پایه های نظاممون هست که پس فردا کسانی تردید نکنند در اینکه آیا این نظام بر اساس این قانون اساسی، آیا همون ولایت امر اسلامی و امامت اسلامی هست توش رعایت شده یا نشد. در بخش اولش گفته شده اگر چنانچه از طرف اکثریت مردم به عنوان مرجع و رهبر پذیرفته شده، این همون بیعت است و همون تشخیص مرجع است و همون مسائلی است که قضیه از طرف خود شخص رهبر چون واجد شرایط تمامه، از نظر مردم هم وقتی تشخیص دادن و قبول کردن تمامه، پس میشه ولایت امر فعلی و قابل اعمال. اما اگر اکثریت تشخیص ندادن و نمیدونن تکلیف چی، درست اون حالتی که بعد از یک مرجع پیش میاد، بعد از فرض کنید که مرحوم بروجردی، افراد میخوان تقلید بکنن نمیدونن چی کار بکنن، در اون صورت معمولا چی میکنن؟ افراد مراجعه میکنن به یک کسی که اون اهل تشخیصه، میرن از عالم شهرشون میپرسن آقا شما به نظرتون چه کسی لایق تره که مرجع باشه. تو رساله ها هم هست اگر خودتون صاحب نظر اهل تشخیص نیستید، از 2 نفر عادل بپرسید یا از شیعه عمومی براتون علم بیا. اینجا باز میگیم که چون الان مسئله شخصی در انتخاب ولی امر نیست، اگر مسئله شخصی بود میگفتیم هر فردی بره از عالم محلش بپرسه یا از چند نفر از فضلای حوزه علمیه قم، از مدرسین قم بپرسه و بعد نظر اونا براش حجت. ولی اینجا چون مسئله شخصی نیست، یعنی اگر ما بخوام بگیم هر فرد مردم برن از 2 نفر عالم محلشون بپرسن، نتیجهش ممکن است 100 نوع مرجع در بیاد، درسته؟ پس باید چیکار کنیم؟ پس باید برای مرحله تشخیص هم یک تمرکز درست کنیم، نه یک پراکندگی، درست؟ یعنی عوض مراجعه فرد مقلدین به صاحب نظران و خبرگان، بیاییم یک مرکز تشخیص جمعی درست کنیم. این مرکز تشخیص جمعی منطقی تر و شرعی ترش چیه؟ اینه، میگیم ای اهل کرمان، شما 200,000 نفری که میخواستید مرجع انتخاب کنید و هر چند نفری میرفتید به یک کسی مراجعه میکردید و یک کسی رو تشخیص دید، همه تون بیاید رأی بدید و از بین افرادی که تو شهرتون بهشون اعتماد دارید که اهل تشخیصند، نه مرجعندها، نگفتیم که بیان تمام مردم ایران ولی امر رو رأی بدند، چون تشخیص ممکن است مستقیم نباشه ها،
درسته؟ مگر نه بود که به مرجع رو مراجعه می کردیم، به عالم محلمون یا به مدرس حوزه علمیه قم می گفتیم آقا چی کسی عالمه؟ خودمون مستقیم فرد فرد نمی رفتیم مرجع رو تشخیص بدیم، رأی بدیم. ولذا علت این که مجلس خبرگان پیشبینی شده همینه. مردم عوض مراجعه شخصی به افراد خبره اهل تشخیص، مراجعه جمعی می کنند، یعنی میان رأی می دن به طور دست جمعی و از بین افراد صاحب نظر یک نفر دو نفر از اهل شهرشون رو انتخاب می کنند به عنوان که اینا صاحب نظر باشن. مردم شهرهای دیگه هم رأی می دن. از مجموع رأی دادنای مردم 70 نفر مثلا آدم در میاد، این 70 نفر میشن برگزیدگان مردم برای خبرویت و برای تشخیص. شد؟ عوض اون مراجعات شخصی. و این 70 نفر میرن یه جمع میشینن و اینا میشن صاحب نظران برگزیده مردم برای انتخاب اون ولی امر و برای تشخیص اون ولی امر و برای تشخیص اون مرجع مورد قبول مردم. بعد این 70-80 نفر که جمع شدن، اگر چنانچه یه فردی رو برش اتفاق کردن یا اکثریتشون نظر داد که اون فرد مورد قبول اکثریت مردمه، همون رو معرفی میکنند به مردم، میگن آقا ما رفتیم بررسی کردیم. چون دقت کنید یکی از برادرها سوالی میکرد اون دفعه، میگفت آقا چه اشکال داره که ولی امر بعدی هم مثل ولی امر موجود به عهده مردم گذارده بشه؟ کم کم مردم تشخیص میدن و بهش اظهار نظر میکنن. من پاسخم این بود که ولی امر موجود رو مردم در طی 10-15 سال کم کم به عنوان امام انتخاب کردن و کم کم منتهی شد به این که اکثریت مردم او رو به عنوان ولایت امر پذیرفتن. فرض کنیم در یک مقطع تاریخی فردا روز لازم است ولی امر جانشین تعیین بشه، معلوم باشه. اینجا نمیشه به عهده گذاشت که خب حالا سیر تاریخی آرام آرام طی 10 سال ولی امر آینده هم تعیین خواهد کرد. طی 10 سال مردم چیکار کنند؟ نظام مستقر، نظام حاکمه. ای غیر از قبل از پیروزی انقلاب بود و استقرار نظام و حکومت اسلامی که میگفتیم به تدریج ولی امر مشخص میشه. نه، فرض اینه از فردا روزش هم مردم حاکم میخوان، ولی امر میخوان، امر و نهی میخوان و الا نظام از هم گسیخته میشه. ولذا اینجا ناگزیر هستیم که این مسئله تشخیص فرد صالح واجد شرایط رو از نظر اسلامی و از نظر قبول مردم به عهده اون 70 نفر خبره مورد اعتماد مردم بذاریم که اونا این مسئله رو تشخیص بدن. اونا مینشینن اگر یه فردی رو پیدا کردن که مورد قبول اکثریت مردمه، همونو معرفی میکنن. اما اینجا بود از جاهای مشکل تصمیم گیری مجلس خبرگان ما. عده‌ای معتقد بودن که نخیر، یه فرد بیشتر نمیتونه رهبر باشه، ما مجبوریم همون یک فرد رو معلوم کنیم و یه ولی امر میخوام داشته باشیم. بنبستی که یعنی مشکلی که وجود داشت اینجا بود. مگر نه این است که ما گفتیم برای ولایت امر غیر از صلاحیت شخصی قبول مردم هم لازمه، بیعت مردم هم لازمه؟ اگر چنانچه ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که بالاخره یک دونه آدم مورد قبول اکثریت مردم نیست، ثلث مردم فلان آقا رو قبول دارن، میپذیرن، قبولش دارن، 20% مردم یک آقای دیگری رو قبول دارن، 35% یک کس دیگر رو قبول دارن، ما یکی از شرایط ولی امرمون قبول طبیعی مردم بود نه قبول تحمیلی مردم، یعنی همون مثل رأی دادن، مثل پذیرش مردمی. خب وقتی یک نفر مورد قبول اکثریت نیست چیکار کنیم؟ اگر بخوام بگیم یه نفر رو منصوب میکنیم، اون حالت انتخاب مردم از بین میره و بعد کی منصوب کنه؟
اگر امام معصوم حضور داشت، اون امام معصوم استوندار مصر هم تعیین میکرد، حضرت علی علیه السلام تعیین میکرد، یه نفرم برای ایران تعیین میکرد. ولی فرض این که امام معصوم نیست که بیاد مثلا فرض کنید کسی رو نصب کنه، بالاخره باید مردم نصب کنن، مردم هم مورد قبول اکثریتشون یک نفر نیست، پس منتقل بشیم به شورای رهبری. شورای رهبری از کیا انتخاب میشه؟ از 3 یا 5 نفری که ما بدونیم که این 3 یا 5 نفر آراء اکثریت قریب به اتفاق مردم رو در بر دارن. یعنی توی این 5 نفر مجموعاً که حساب کنیم 20% اون آقا رو قبول دارن، 25% اون آقا رو قبول دارن، 35% اون آقا رو قبول دارن، در مجموع میشود یک اکثریتی. اینجا شورای رهبری رو مجبور بودیم که روش توافق کنیم. این خواستم بگم درست دقت کنید، سیر سیر شرعی است ها، چون بعضیا میگن که جای پای نوع حکومت غربی رو تو ولایت امر میبینیم، ملاحظه فرموده، اینو من خواستم نفیش کنم، نه، دقیقا مثل انتخاب مرجع تقلیده، منتها مرجع تقلیدی که برای یک جامعه میخواد انتخاب بشه و یه امت میخواد انتخاب بکنه، برای نظام میخوام انتخاب کنیم، نه برای فرد، چون برای نظام است پس فرد نمیتونه تشخیص بده، باید جامعه تشخیص بده، پس صاحب نظر مورد قبول یک شخص کافی نیست، باید صاحب نظران مورد قبول جامعه بنشینن. و بعد مسئله فرد بدون قبول مردم هم درست نیست، چون ولایت یک پایش هم پذیرش مردمیه، و لذا گاهی هم منتهی میشیم به شورای رهبری. این مال این بخش. قسمت دیگری که در مورد ارگانهای دیگه ما داریم، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلام، نخست وزیر، وزیران، اینا چطوری میشه در حوزه ولی امر وارد بشه؟ قانون اساسی پیش بینی کرده است که این مسئولان به گونه ای باشند که هر دو بخش قضیه توش بیاد، یعنی هم حضور ولایت امر و اون جنبه الهی قضیه و هم حضور مردم که جنبه مردمی قضیه بود. در مورد رئیس جمهور، در مورد رئیس جمهور گفته شده است اولا باید دارای صفاتی باشه که اون صفات رو شما میبینید توی عرض میشود که قانون اساسی گفته شده، از رجال مذهبی سیاسی عرض میشود، دارای حسن تدبیر و چه و چه شرایطی که شرایط یک فرد مسلمان، یک فرد صالح، این باید باشه. من همینجا یک مسئله رو بگم که در مجلس خبرگان یه بحثی بود، بعضی میگفتن که آقا ما باید تا اون رده های پایین مسئولان همه رو براشون شرط قرار بدیم، همون شرایطی که در رده بالای ولی امر لازمه، یعنی مجتهد بودن و عادل بودن و مدبر بودن، همه این شرایط رو برای رده، حتی مثلا برای استوندار، برای مدیر و کل، برای رئیس اداره، برای یک فرمانده جنگ، در یک مثلا فرمانده لشکر، فرمانده یک تیپ، برای اونا میگفتند که این شرایط لازمه، برای اینکه اطاعت اولوالامر میخوان بکنیم تا وجوب داشته باشه و لذا این شرایط باشه. اونجا بحثی که پیش آمد این بود که مسئولان رده های بعد از طرفی درست همونطور که شما بین امام معصوم و ولی امر چطور یه دفعه تنزل میکنید و پایین میایید، همینطور بین ولی امر هم با رئیس جمهور، با نخست وزیر، با وزرا، با استانداران تنزل کنید، یعنی شرایط رو یه خورده سبکتر بگیریم. شما امام حضرت امام جعفر صادق رو سلام الله علیه رو در نظر بگیرید یا حضرت علی علیه السلام در نظر بگیرید، علم حضرت علی، عصمت حضرت علی،
دفاع حضرت علی از اسلام و همه صفاتی که ما گفتیم برای امام لازمه، اون رو مقایسه کنید با یک مرجع تقلید، حتی وقتی اون مرجع تقلید در سطح امام امت ما در بیاد. شما از حضرت علی علیه السلام تا امام امت خیلی مراحل رو گذروندید و تنزل کردید. از مرحله اون علمی که حضرت علی داره که متکی به وحی است و نوعی علمی است که جنبه اکتسابی نداره و به بسیاری از مسائل غیبی هم احاطه دارد و توش عصمت است، تنزل کردیم به یک علمی که از طریق اجتهاد و اکتساب از متون اسلامی به دست. از عصمت حضرت علی که معصوم است تنزل کردیم به عدالت و تقوا و ورع و پارسایی امام امت، درست؟ و همچنین از تدبیر و عرض می شود شرایط دیگر مولا علی ابن ابی طالب به شرایط اجتماعی و اخلاقی امام امت. ما مراحلی رو گذروندیم از اون مرحله به این مرحله، همینطور در مراحل بعدی هم که توی یک جامعه پیش می آییم، توی یک نظام حکومتی پیش می آییم، ما مقداری تنزل می کنیم. ولذا در مورد قاضی هم این بحث هست، در این اون که از متون اسلامی استفاده می شود که قاضی باید مجتهد باشه، ولی فتوای بعضی هست که نه، ممکن است مجتهد نباشه ولی مجاز از طرف مجتهد باشه یا منصوب از طرف مجتهد باشه. ولذا در مورد قاضیای دادگاه های انقلاب فعلی همین حرف مسلمان هست، یعنی همه قاضیای دادگاه های انقلاب مجتهد و واجد شرایط ولی امر نیستند. اما به چه دلیل حکم میدن؟ به دلیل اینکه از طرف قاضی واجد شرایط و ولی امر مجازند یا منصوبند. بنابراین ما در مورد مسئولان و ولی امرهای مرحله بعدی هم از نظر صلاحیت ها مقداری تنزل می کنیم، میگیم اگر مجتهد نیست ولی مقداری با اسلام آشنا باشه که خلاف اسلام عمل نکنه، اگر در سطح اون عدالت عالی ولی امر نداره ولی آدم صالحی باشه، سوء سابقه نداشته باشه، خیانت مشهود نداشته باشه و همینطور سایر شرایط. پس این یک مسئله است که ما این مقداری باید تنزل بکنیم، اما در این حال اون مشروعیت ولایت رو باید پیداش کنیم. مشروعیت یعنی یک وزیر به چه دلیل برای من واجبه که فرمانش رو اطاعت کنم، اینو باید پیدا کنیم از کجاست. این راهش اینه که رئیس جمهور دو جهت درش رعایت میشه تا ولایت امرش محقق میشه. یکی اون است که باید از طرف مردم مورد قبول باشه، ولذا میگن رأی مردم، ولذا رأی مردم مطرح بود و اکثریت مردم باید رأی بدن و او رو بپذیرن، و بعد تنفیذ امام و منصوب کردن امام، یعنی در واقع امام و ولی امر هست که رئیس جمهور رو منصوب بکنه به عنوان ولایت. و امام فقط اینطور نیست که مثلا اون چرا که مردم رأی داده اند او یه امضایی کنارش بکنه، نه، در فرمانی که امام صادر خواهند کرد حکم منصوب کردن داره، ابلاغ دادن داره، یعنی درست مثل مالک اشتری که از طرف حضرت علی علیه السلام برای حکومت مصر منصوب شده. ممکن است جناب مالک اشتر خودش در حد اجتهاد، در حد
قدرت استنباطی که از نظر فقاهتی یک ولی امر باید واجد باشه نداشته باشه. ولی چون حضرت علی علیه السلام او رو منصوبش کرده است، ولایتی که داشته است امام معصوم، اون ولایت رو گاهی مستقیم اعمال میکنه، گاهی از طریق کسانی که از طرف او منصوب هستند.